چمن آرا. ببینیم ایشون صدای ما رو میشنون هستند یا. درود بر شما جناب سرفی گرامی. ممنونم. شما صدای من رو میشنوید؟ من صدای شما رو خیلی رسا میشنوم. صدایی که واقعا باید شاهنامه بخونید اصلا. خیلی ممنون. خوب شد نگفتی صداتون خوبه. بریم کالیفرنیا آهنگ بخونیم، اون وقت دیگه مجبورم از شما یه پولی قرض کنم بریم چیز بزنیم. حالا که دیگه دوستتونم نیست بنده خدا، آقای خلیلی هم مغازه رو بست و رفت. البته فکر کنم از روی خلیلی رفته روی اینترنت. بله بله دوستان از بله بله دوستان عزیز، خب همین کاری بود که من سالها پیش کردم. ما از اون اوورهد و اینا کم کردیم، اومدیم توی خونه دیدیم چه فایده‌ای داره بشین اونجا. بله باورت نمیشه، حالا هنوز برنامه شروع نشده. چرا روی روی ایر هستیم، دوستانم دارن میبینن و میشنون. بفرمایید. عرض کنم آقای خلیلی بهش یک سال پیش من پیشنهاد کردم آقا یه استارباکس بزنی اونجا، 3 برابر 10 برابر این درآمد داریم. بعد رفت دنبال یک کافی شاپ درست بکنه. نشد. آها، که بیان هم مردم بشینن. اتفاقا همون استارباک و اون کتاب بارنز اند نوبل و اینا این کارو میکردن، هم میومدن کتاب میخوندن هم به اصطلاح کارشون انجام میدادن. آقای سهراب چمنارا، دوستان برنامه های بسیار زیادی دارن، چه در تلویزیون مردم چه در رادیو تلویزیون های دیگه، و میتونید با نوشتن اسمشون در گوگل اونها رو ببینید. وبسایت خوب و آسونی دارن، یکی به نام قانون، یکی دیگه به نام چمنارا.net. این دوتا وبسایت رو هم میتونید ببینید. ولی جنگ من با آقای چمنارا، ما با هیچ کس جنگ نداریم، ایشون خودش منو بهتر میشناسه. ما بحثمون اینه که من میگم آقا اگر به یک کتابی، اگر به یک صف چند صفحه قانون اساسی مشکل درست میشد و اینها، خب هر کشوری هر مشکلی داشت انقلاب نمیشد، نمیرفتن خودشونو به خطر بندازن، مینشستن کتاب قانون اساسی مینوشتن، مینشستن کتاب شاهنامه مقدس مینوشتن. حالا برای ما این مقدسه، برای اون یکی کتاب شکسپیر مقدسه و الی آخر. ایشون میگه نه، این باهاش جلو میریم. از منم خواستن که من در حین برنامه اون چارت یا نموداری رو که ایشون گفته من نشون بدم، ما ببینیم چی میگن. ضمناً یکی از دوستان سوال کرد، نمیدونم شما اون سوال رو شنیدید یا نه آقای چمنارا، درباره اینکه در دوره شاه چرا میگفتن ما به اصطلاح چیز سرخ و بله. اینو براتون میخونم، ولی فعلا دوستان من میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم تا با شما سلام و احوال پرسی کنن، و بعد هم نه جنگ و دعوا، فقط یک مناظره، یک گفت و شنود دوستانه داشته باشیم. خوش آمدید، بفرمایید. درود بر شما و درود و سلام بر بینندگان و شنوندگان برنامه های شما. عرض کنم حضور اولتون که دعوای مناظره ما از این قرار بود که هفته پیش شما یک ویدیو گذاشته بودید در مورد دولت پنهانی، اونم چی ویدیو توسط 2 نفر ایرانی تهیه شده بود برای خوراکی که بدن به اصطلاح برای ملت ایران. این چیزها تازگی نداره، یعنی چیزی نیست که ما اصلا بخوایم بخت توش سر کنیم، چون مملکت خود ما هم اگر که شما حتی این خدمتتون بگم، اگر که شما سرچ کنید و برید روی فراماسونر نجف در اونجا میبینید که این کارها رو سالها پیش در نجف آیت الله آملی، همین پدر مرحوم پدر لاریجانی ها، در نجف شروع کرده و اینها یک حالت لوژ فراماسونی رو اونجا داشتن، و بعدش هم آقای خمینی هم هیچ با آقای آملی رفاقتی نداشت و آقای آملی هم باش مخالف بود. ولی بعد وقتی که در ایران یک سیلی به راه افتاد و آقای خمینی توانست واقعا از اون ضعف شاهنشاه آریامه که عدم انشای قانون اساسی بود استفاده بکنه، و حربه اولش هم عدم انشای قانون اساسی بود، خود شاهنشاه آریامهر هم در آخرین سخنرانیش اینه گفت، توانست رو بیاد. بعد همه آمدن به اصطلاح زیر بلیت آقای خمینی، و امروز هم اگر شما میبینید در ایران تمام کارها
در دست من یه حالا بخوام بر اساس اون ویدیویی که شما گذاشتید دولت فنان مطرح کردید منم اینطوری صحبت کنم بگم آقا الان ایران دست یک لوژ فراماسونری نجفه که به اصطلاح این لوژ هم بنیانگذارش من این پدر لاهیجانی ها بوده که الان شما میبینید که الان تمام ایران در دست به اصطلاح این لوژ از اون نفتی بگیری که سپاه بسیج در دست داشت تا نمیدونم لاهیجانی ها و همینطوری همه اینه که ایران هم یک همچین وضعیتی داره. بنابراین این نوع بحث ها اگر که میخواید وارد این دولت های پنهان بشید بهتره در مورد ایران صحبت بکنید، نه اینکه بریم بگیم آقا دنیا در دست کیه. و این در مورد ویدیوی شما بود که داده بودید و من به شما گفتم که آقا من اینه فست فوروارد کردم نگاه کردم چیز تازه توش نبوده، چون این کتاب فراماسونری حدود 47 سال پیش 40 سال 42 سال پیش نوشته شد در 3 جلد توی ایران. بعد شما اگه میخواید اینها این چیزا رو بیشتر بخواید برید forbiddenknowledge.com نگاه بکنید، اگه میخواید در مورد 9/11 کانسپیرسی نگاه بکنید برید مثلا جسی ونچورا گاورنر مینیسوتا ببینید چه حرفایی میزنه در مورد 9/11، برید اونا رو گوش بدید، نه اینکه بگید یا تلویزیون در ایران دارن در مورد دولت پنهان و نمیدونم کارهای اینطوری صحبت میکنه. این بحثی بود که در مورد اون ویدیو داشتیم، اگر اون کنار بذاریم حالا میریم توی اصل صحبت ما. اگر سوالی هست بفرمایید. خب اجازه بدین اونو کنار نذاریم و اینو همینجا بگیم، چون من هر روز اینجا باهاش مواجه هستم که بعضی از دوستان میان میگن آقا چرا راجع به این میگی، برو راجع به اون بگو. من میگم آقا من راجع به این میگم، شما بیا راجع به اون بگو. شما این دو نفر که دیدید دوتاشون چقدر دانش داشتن راجع به ماجرای آمریکا، و البته با شما موافقم که اینها چون از آخوند دارن حقوق میگیرن مجبورن که بر طبل اونها بنوازن. من منظورم اینه که چرا ما نداریم یه افرادی مثل شما یا دوستان شما بیان در رابطه با همین. همه امروز شما این فراماسونری نجف رو که گفتید من برای اولین باری که شنیدم. فراماسونری اون آقای کی بود کتابای فراموش خانه رو نوشت؟ لاهیجانی آملی لاهیجانی، نه کتابی که فراموش خانه رو نوشته بود. بله رابین راهی. بله بله اسمایل ها. بله جلد چهارمش چاپ نشد. بله بله دیدشم این بود که شاهنشاه آریامهر میخواست وارد فراماسونی بشه، شریف امامی اجازه بهش نداد چون اون رئیس لوژ بود. بعد ایشان هم عصبانی شد و آقا برین حالا کاسه کوزه همه فراماسون رو آب بریزید. داستان دقیقا از این کتاب ها زیاد هست آقای سربی. ما الان یک بدبختی در ایران داریم که من الان دوباره شروع کردم در مورد آبهای زیرزمینی توی فیسبوک هم صحبت کردم. شما اصلا نمیدونید چه بدبختی. کلانتری وزیر کشاورزی آمده دیگه علنا میگه این بی‌طرف مهندس بی‌طرف یک آدم بی‌شرف بی همه چیزی که 38 سال اول جز دانشجو پرو خط امام بود، بعد آمد بیرون رفت توی سپاه و تمام این کارها و بدبختی های سدسازی ها چازنی همه چیز سر این بی‌طرف بود که میخواست وزیر بشه تو کابینه روحانی. ببینید دیگه چقدر این باید خرابکاری کرده باشه. و الانم با اون چیدیان نمیدم چونه دارم در مورد سدسازی ها صحبت میکنه، نه مجلس اینه قبولش نکرد به بذاره. ببینید چقدر دیگه این بدبختی داره به حد خودش رسیده. ببینید آقا کلانتری داره هم علنا میگه، وزیر هم هست میگه آقا در 20 سال آینده ما خوزستان و نمیدونم آذربایجان تبدیل میکنیم به کبیر لوک. برحال اینها مشکل ما هست الان، نه اینکه آقا چه کانسپیرسی بوده در گواتلوپ نمیدونم این شرکت نفتی چه کار کرده و اینا. معذرت میخوام میپرم تو حرف شما. بفرمایید. نه هیچ مسئله نیست. شما به این نکته اشاره کردید که شاه با زیر پا گذاشتن قانون اساسی به اصطلاح جاده رو آماده کرده بود، آسفالت کرده بود برای
آخوندا. من از شما میپرسم این آخوندا که هم قانون حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن، هم قانون اساسی خودشون رو زیر پا گذاشتن 39 سال، چگونه است که آماده نیست برای نفر دیگه؟ چون من باور دارم باید یکی پیدا بشه مثل خمینی ریسک کنه. شما میگید نه، مرور زمان این را حل میکنه. من میگم اگه مرور زمان این را حل میکنه که باید همه بشینیم هیچ کاری انجام ندیم. این در مورد این شما چه صحبت کنید، چه نظری دارید؟ من چون تصویر از شما ندارم، آیا اون تصویر به اصطلاح هدف و چارت پشت سر شما هست، یا اینکه هنوز اون مناظر بسیار زیبای آفیستان اونجا بوده؟ الان من این تصویر رو هم میذارم و به دوستان نشون میدم. بفرم. ببینید آیه سوربی، استدلال من آخرین ویدیو هم که من داشتم، یعنی کرده بودیم که حتی قرار بود کامل در تلویزیون اندیشه پخش بشه، منتها سانسور شد، فقط قسمت اولش پخش شد. ویدیو بود که من با آقای دکتر آبار و آقای دکتر کیانزاد از بزرگان و مشایخ اپوزیسیون، آقای دکتر کیانزاد یه شخصیت برجسته هستن در پانیرانیست، ریویال داشتم و در اونجا هم عرض کردم نگاه کنید، مسئله قانون اساسی یک مسئله تازه نیست که من امروز مطرح کرده باشم. 150 سال پیش یک ایرانی فرهیخته به نام مستشار دوله آمد، یک کتابی نوشت، یک کلمه به نام قانون. اون موقع دنبال قانون اساسی بودن که انقدر یک کتکش دادن که کور شد و زندانیش کردن و زمان قاجار. بعدش امیر کبیری میاد، نمیتونم عباس میرزای میاد، دانشجو میفرسن خارج، خلاصه مطلب آخوندزاده میاد، اینها در مورد قانون اساسی انقلابی به راه میندازن که انقلاب مشروطه اسمش اول انقلاب قانون اساسی بوده. مردم هم این مردم بی سواد و پابرهنه ایرانی شعارشان این بود که آقا عدالت خانه میخواییم، و این تبدیل شد به انقلاب مشروطه. و ما انقلاب مشروطه افتخار آمیزتر از لوحه کوروش، اولین سند قانون اساسی ایران لوحه کوروش، که حالا دوباره باز در اینجا من به تمام این کوروش کنا میگم که آقا اصلا فراموش کنید کوروش کی بود در نظر شاهنشاهی و نمیدارم امپراتوریش، اینا یه لوحه انقدری از جا مانده به عنوان سند، اولین سند قانون اساسی دنیا، نه تنها ایران. و این اینو بیاید مقایسه بکنید با مگنکارتای انگلستان که اینقدر میگن قانون اساسی ما بهترینه در دنیا. به هر حال ما قانون اساسی مشروطه، ما همون قانون انقلابی کردیم، قانون اساسی مشروطه شد، و بعد خب این انقلاب مشروطه نمیدونم مجلس به توپ بستن، بعد آخوندها زورشان با وجودی که آخونده را اعدام کردن ولی خب آمدن چپاندن توش، چهار تا آخوند باید اونجا باشه، و به هر حال یه قانون اساسی بود برای زمان خودش، برای زمان خودش بهترین بود در منطقه، یعنی از یک کشور که واقعا کشور فلاکت زده بود. شما نگاه کنید چه بدبختی های سر ایران بر سر این قاجار آمده بود که ایران به چه مرحله فراکت رسید. قانون اساسی مشروطه رو ما داشتیم و بر اساس اون قانون مشروطه میتوانست ایران، اگر همون قانون اساسی همینطوری تصحیح میشد، یعنی قانون های اساسی همیشه اینطورن، یعنی این که قانون اساسی اول اون قانون اساسی نیست که باشه، این به مرور خوب شد. قانون اساسی آمریکا رو شما در نظر بگیرید، قانون اساسی اولش این نبوده، 250 سال طول کشیده به امروز رسیده. به هر حال این قانون اساسی باعث میشه که ایران از یک حالت فلاکتی بیرون بیاد، و بزرگترین شانسی که ایران در این تاریخ معاصر خودش پیدا میکنه آمدن یک فرشته نجاتی به نام رضا شاه کبیر، که این شخص در سال 1999 سوم اسفند این کودتا میکنه و میشه سردار سپه. طبق اون قانون اساسی و سردار سپه و بعد به مقام نخست وزیری میرسه، ایران اصلا دگرگون میشه و واقعا لیاقت داشتن رضا شاه کبیر داره. یعنی اگر شما تاریخ
1315 نگاه کنید میبینید که اصلا ایران رفت به عرش. بعد رضا شاه کبیر با این همه خدمات، با این همه جانفشانی، با این همه که من میگم اصلا یه فرشته بود، رسید ایران. وقتی که ایران ترک میکنه مردم جشن میگیرن. آقا چرا؟ این سوالی بود که من اونجا داشتم، هیچ وقت با من کسی جواب نده. به خاطر اینکه در 5 سال آخر سلطنتش نه از روی خیانت بلکه از روی علاقه و عشقی که داشت میگفت که نباید این کشور من تنهایی ببرم به تمدن بزرگ، البته اون موقع تو کلش نبود، و همون باعث شد که آمد با آلمان ها قرار بست که ایران ببرند تهشت بدن و قانون اساسی به مجلس گفت طویله، و بعدش خب بلای همون سرش آوردن که، و بعد ما دوباره صاحب قانون اساسی شدیم که همون قانون اساسی، و یک شاه جوان در ایران بود که این شاه جوان دوباره قانون اساسی در ایران زنده کرد، و ما در یک بحران عظیم بعد از جنگ جهانی دوم بودیم که آذربایجان باید ما از دست میدادیم. چرا دوباره آذربایجان به دست آوردیم و استالین نتوانست از ایران جدا بکنه؟ البته حالا منهای اون اولتیماتوم ترومن شما ببینید کلک قوام السلطنه به استالین چه بود، رفت باش قرارداد کرد که آقا ما چشم آذربایجان برای تو، ولی اینه باید نه آذربایجان برای تو، نفت شمال هم برای تو، ولی باید مجلس اینه تعیین بکنه. و رفت به استالین گفت ما قانون اساسی داریم، ما مجلس تعیین بکنه. همین باعث شد آمد و مجلس هم قبول نکرد و خلاصه چیزم بود که آذربایجان دوباره به دست ایران آمد. این شاه محبوب ما آقای چمنارا، عذر میخوام چون من این اشکال رو با آقای شهافرم گرفتم که ما هر وقت با یکی از شما دوستان میخوایم مصاحبه ای داشته باشیم که درباره امروز و فردا صحبت کنیم، خب حالا همون ببینید، شما اگه همون جام که هستید بذارید، خب منم اقلا برسم. اولا اینایی که مذهبی هستن یه چیزی بینشون هست، میگن اگر امروز جیزز اینجا بود چه کار میکرد. شما نمیتونی بگی بهترین اتفاقی که برای ایران افتاد این بود که رضا شاه شد شاه. شاید اگه یه نفر دیگه شاه میشد خیلی بهتر از این بود، شاید مثل آتاتورک عمل میکرد. محمد رضا شاه رو بذاریم کنار، بذاریم من دوتر برسم. من خواستم اینه بگم که محمد رضا شاه هم یه شاهنشاه محبوب بود، اونم به علت عدم اجرای قانون اساسی. آقای خمینی ازش ایراد گرفت، قانون اساسی اجرا نمیکنه و بنابراین رفت کنارش. این میرسیم به 57. در سال 57 هم یه عده پیدا شدن، یه پیشنویس قانون اساسی بردن خدمت آقای خمینی زیر درخت سیب، ایشان تایید کرد و قرار بود یه همچین قانون اساسی شاملش بشه، ولی خودتان بهتر گفتم هم اونجا ظرف یک ماه مجلس مؤسسان تبدیل شد به خبرگان و یه قانون اساسی شرعیات درست شد که این قانون اساسی ما شد و ما 38 سال گرفتار این قانون اساسی هستیم. حالا رسیدیم به امروز، درست؟ تا اینجاش خیلی معذرت میخوام اگه یه خورده زیادی صحبت کردم. از حالا به بعد چی کار باید بکنیم؟ حرف منم همینه. اجازه میفرمایید من از حالا که شروع صحبت بکنم گذشترم فراموش بکنیم. ما داریم 38 سال گرفتار این قانون اساسی هستیم. من با خانم کتی که خانمی هستن رادیو جوان دارن در لندن، رادیو جوانان امروز، خاطره بورد نوشاد مصاحبه داشتم دوبار، اونم البته یه اختلاف عقیدهی مثل من و شما که الان 180 درجه با هم در بعضی موارد اختلاف عقیده با ایشان هم اختلاف داریم. گفتم آقا خانم من با شما یه برنامه اینجا میکنم، تمام کارهایی که این رژیم انجام میده طبق این قانون اساسی، هیچ کاریش نیست که تو بینید. و گفتم نگاه کنید یه برنامه با هم درست کنیم، شما هر کاری که این رژیم میکنه از دزدیاشان بگیرید تا اسید پاشی، زندان، اعدام، نمیدونم هر چی که هست، شما بشو دادستان
بنده میشم وکیل مدافع، طبق این قانون اساسی به شما ثابت میکنم که اینا هر کاری که میکنن طبق این قانون اساسی، یعنی از دزدیشان بگیر خلاصه به شما میگم، از دزدیشان بگیر تا نمیدونم اسید پاشیشان، هر کاری. اگر شما فهمیدید که اشکال قانون اساسیه، بعد اون موقع ما میگیم که حالا راه حل چیه. راه حل همین چیزیست که بنده الان 15 ساله دارم میگم، تو هر گروه و هر دسته و هر جبهه و هر چی هم که بودم، هر کی بخواد قانون اساسی صحبت کنیم میگه نه آقا قانون از اول تو این رژیم سرنگون بکنیم بعد بریم قانون اساسی بنویسیم. آقا پدر آمرزیده، آقا شما چطوری میخواید رژیم سرنگون بکنیم؟ این رژیم سرنگون بشه نیست با شما ها. ما دو تا اپوزیسیون پولدار داریم، بقیه اپوزیسیون هم که دنبال این اصلا $10 و $100 این بر اون بر جمع بکنن، مثلا بعد فرض کن که $100,000 هم جمع کردین شما، بعد بخواد چه کار بکنیم؟ آقا اینها حزب داشتن، تشکیلات داشتن، حزب حجتیه بوده، مؤتلفه بوده، نمیدونم حسینی ارشاد بوده، همه اینها سالهای سال اینا با هم در هم جمع شدن بر اساس کتاب، این کتاب آقای خمینی که 9 سال قبل از انقلاب نوشته شده، این قانون اساسی تنظیم کردن و حالا همشون توی هستن. منتها شما فراموش کنید که اینها اگر یه موقع این سر کار میاد، احمدی نژاد میاد، خاتمی میاد، نمیدونم رفسنجانی میاد، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه، چون اینا این قانون اساسی دارن. آقا کتابی که آقای خمینی 9 سال قبل از انقلاب نوشته چی بوده؟ حکومت اسلامی بوده، یعنی هر چی که الان تو این قانون اساسی هست از این اقتباس شده. خب اینو به دوستانی که فکر میکنن تا یه شب قبل از انقلاب کسی خمینی رو نمیشناخت بگید که عوض بشه. اجازه بدید. بله. یک کشور 35 میلیونی در سال 57 بودیم، تو این 35 میلیون شاید فقط آخوندهای فیضیه، اونها آخوندها که 300-400 نفر بودن، شاید 10,000 نفر 20,000 نفر بودن، بله اونا خمینی خیلی خوب میشناختن. بنده خودم یه محصل کلاس 10 بودم، اولین ویدیوش من گوش دادم، یه دوستی هم داشتیم به اصطلاح نمازخوان و این چیزها بود، آمد دکتر آبیا یه ویدیو نشانه دادم، من اینقدر ترسیدم که داشت میگفت به شاه، میگفت آقا شاه بهش گفته بود من چکمه کاری نکن که من چکمه پدرمه بپوشم، اینم بهش جواب داده او چکمه برای تو خیلی گشاده. این جواب درست مثل دیروزه، کلاس ده میشه بود، 55 سال پیش من این اشید. بله خمینی شناخته شده بود بین 200-300 نفر آخون و شاید 100,000-200,000، ولی یک جمعیت 35 میلیونی شما اگه میرفتید میگوید خمینی، خمینی اصلا شا کرد خمینی بعد از سال 42. اینها همش ببینید آیت، من خواستم حالا نرم توی تاریخ، فقط بگم آقا راه حل چیه، بریم جلو. بیایم برسیم به راه حل چیه. امروز اینجا هستیم، امروز شما خودتون اذعان کردید که اگر اینها موفق شدن به دلیل داشتن پایگاه‌هایی بوده که به عنوان حزب، به عنوان سازمان، حالا اسمشو مسجد بذارین، اسمشو حزب چی بود، مؤتلفه، اون حجتیه بذارید، هرچی، همه اینا یکی هست. من دارم از شما اینو میپرسم آقای چمنارا، شما که میگید من با آقای دکتر کیانزاد مصاحبه کردم، من با ایشون دو بار مصاحبه کردم، خیلی آدم بزرگی، خیلی آدم خوبی، ولی اینی که ما میگیم اینها یا مثلا اون دکتر آبار رهبر اپوزیسیون یا هر وقت خودش میخواد معرفی کنه میگه من اول این حزب سکولار فلان، آقا این حزب سکولار اصلا ایشون بیاد ما یه تایتل، یه سند بنویسیم بدیم به ایشون، بگیم شما درست کردی و این نوری علا از شما دزدید، خب که چی، چند نفر هستن؟ این آقا با یه تلویزیونی مثل همون خانمی که یه رادیوی تو خونش داره مثل من مصاحبه میکرد توی هلند، این آقای صبری حسن پور بیچاره رو اینها انقدر بال و پر بهش دادن. میدونید شما با آدم کم ظرفیت اگه بال و پر بدید این میره بالا. بله
خب افراد نیارید رو کار ببینید ما شما اسم میبرید. شما ببینید شما اسم بردید از آقای دکتر آبار، شما اسم بردید از آقای دکتر کیانزاد. منم این طرف ماجرا رو میگم، این دوستانی که شما میگید اینها از بزرگان و مشاهیر هستن چه کار کردن؟ شما خودت مهندسی، میتونی من اگه اومدم برات امروز کار کردم بعدن خواستم برم، اون صاحب کار به شما بگه آقای مهندس این سوربی امروز چه کار کرد؟ شما میگید از این تابلو برقی کنتور 200 امپی برای من وز کرد، کیبل هم کشید اینجا. آقای کیانزاد چه کار کرده در این 39 سال؟ آقا اصلا فراموش، خیلی معذرت میخوام اگه اسم افراد بردم، من اصلا میخوام منحرف نشم، اصلا کاری نداریم. ببینید شما تا حالا آقای چمنارا در آینده ما باید چه کار بکنیم؟ اجازه بدید، اجازه بدید خلاصه کردم که علت اینی که ما در این حال افتادیم قانون است. این نشد آقای چمنارا، اجازه بدید. من میدونم بعد دوستان اعتراض میکنن که چرا من فریدم وسط حرف شما. موضوع اینه که آقای چمنارا خودشون ویدیوهای یک ساعته نیم ساعته درست میکنن و به صورت مونولوگ خودشون تنها صحبت میکنن، شما میتونید ببینید، ولی این دعوتیه که من از ایشون کردم بیان تا با هم دو تا کلمه حرف بزنیم، گفت و شنود. شما میگید آقای رضاشاه، تا میگم میگی ولش کن. میگید آقای دکتر کیانزاد، تا میگم میگی ببخشید من اسمشو بردم. میگید لوحه کوروش، حتما حالا تا من بخوام بگم که خب قبل از لوحه کوروش این کشورهای دیگه ای مثل نمیدونم چین و مثل مکزیک و اینها که 5000 سال مثل دوستان یهودی که 5000 سال قدمت دارن، شما میگید یعنی اینها کشورشون دولتشون همینجور هوروری میچرخیده، هیچ قانون اساسی نداشتن. و این چه قانون اساسیه که ما میگیم حقوق، شما میگی برو رو این تیکه لوحه همه چی نوشته. ای کاش این لوحه رو یک کسی برای با فارسی برای من بنویسه ببینم چقدر چی جا میگیره رو این، که هم قانون اساسیمون روشه، هم حقوق و هم نقشه تخت جمشید و هم نقشه جنگی. آقا این ماجرای افتخار به کوروش، شخصی که خود شما برید بخونید اینها چه کار کردن، حتی به فامیل خود، حتی به لشکریان خود، اینها شماها رو به یک جایی میکشونه که شما در جا میزنید. بحث من اینه آقای دکتر کیانزاد، آقای دکتر آبار، اینا افرادی هستن که حالا کبر سن هم اضافه شده بهش، حالا باز تو همه اونها شما هم کارتون سیستماتیکه، هم چون رشته برق و مهندسی هستید یه نقشه‌ای کشیدید، من الانم اینجا گذاشتم نشون میدم. دوستان این چارت یا نمودار رو نگاه کنید، شما اینو وقتی توضیح میدید یعنی این نقشه راه، درسته؟ این بلوپرینت کارتونه. چه جوری مردم چه کار کنن با این؟ اینو توضیح بدید امروز. خیلی متشکرم. پس بنابراین ما دیگه در مورد افراد و شخصیت ها صحبت نمی کنیم، مثلا کاری نه به کوروش داریم نه به مجاهدین داریم نه به چیز. ما داریم میگیم که آقا ملت ما الان گرفتار یک قانون اساسی است که 38 ساله داریم این مملکت به لبه پرگار سانده از نظر آقای زیرزمینی، هر لحظه ممکنه به ایران حمله بشه، هر لحظه که چی نمیم در ایران ممکنه شورش بشه. علتش چی؟ علتش اینه که ما گرفتار یک قانون اساسی هستیم. شما برداشتن افراد هیچ فرقی نمی کنه. من برای شما یک ویدیو گذاشتم و اشتباها اسمش رو گذاشتم سرود شاهنشاهی، که هر موقع بخواییم با هم صحبت کنیم اول اونه بذاریم و اون سخنگانی یک دو دقیقه آیت الله خاتمی امام جمعه تهران و از سرکردگان این رژیمه که گفت آقا وقتی که روحانی به اصطلاح طرف های اصلاح طلب ها برنده شده بودن و اصولگره ها به اصطلاح خیل شده بودن، آمد یه سخنرانی کرد و گفت آقا هیچ فرقی نمی کنه که کی رئیس جمهور بشه، هیچ فرقی نمی کنه که کی بره توی نمیدونم شورای شهر، کی فرقی نمی کنه کی بره مجلس، ما یه قانون اساسی داریم و این مملکت بر اساس اون قانون اساسی یه چارچوبه داره، بر اساس اون قانون اساسی اینجوری اون که چهار تا اصل داره که این چهار تا اصلش هر کی بیاد هر کی نمیدونم بشه به جمهوری نمیتوانه اینا رو عوض کنه. این مشکل ماست، مشکل ما قانون اساسیه، نه اینکه آقا شما آقای خامنه‌ای هم امروز
فرمایید رحلت بکنه. چی میشه؟ اتفاق نمیفته. آقای شاهرودی میاد جاج، آقای رئیسی میاد جاج، آقای نمیدونم یکی میاد. قد اینا سیستم دارن، سیستمشون هم بسیار بسیار قویه، هیچ راه مبارزه با اینا نیست. آقا میگه آقا بریم انتخابات بکنیم. ما انتخابات چی بکنیم؟ خب اینا دارن انتخابات میکنن، میگه رفراندوم بکنیم. خب یه رفراندوم هم کردیم، حقوق بشر صحبت میکنه. اینا میرن تو سازمان ملل میگن که آقا ما بهترین حقوق بشر دنیا رو داریم. مثلا شما چی میگی؟ ما حقوق بشر اسلامی داریم. آقا شنیدم به عنوان صلیب، نماینده صلیب سرخ میخواد ایران انتخاب بشه. تمام اینها به خاطری که نگاه کنید قانونیه، این کار اینها بر اساس قانون اساسی، چون قانونیه از نظر خودشان، از نظر من و شما. من اون روز داشتم به یکی از دوستان میگفتم، میگفتم اگر اینا یه دو تا کار بتونن بکنن، تا 40 سال دیگه سر کارن. و اون اینکه بگن آقا موسیقی و اینا آزاد، هیچ جلوگیری ازش نکنین، و خانم ها هم میتوانن تا اینجا سرشان روسریشان عقب ببرن، این دوتا رو بکنن قانون، مسئله خیلی حل میشه. ببینید اینها منطقه به قول آقای دکتر بدیعی در پاریس که تشریف دارن، گفتن به دو دلیل اینها اصلاح پذیر نیستن، به خاطر تهجرشان، یعنی اینها نمیتوانن نکنن. و آقای منصور فرهنگ هم فرمودن انقلابات طبق قوانین دنیا وقتی میاره که مردم از اصلاحات ناامید بشن، چون از اصلاحات ناامید میشن انقلاب به وجود میاد. انقلاب وقتی که پیش بیاد یعنی اینکه مردم حرکت بکنن، دیگه هیچ کس جلو دارش نیست، هیچ نقشه‌ای نمیتوانه جلو دارش باشه. به همین دلیل من آمدم به شما عرض کردم که آقا من میگم این انقلاب ممکنه در سال 2020 اتفاق بیفته. یه عده میگن نه آقا اصلا 6 ماه دیگه ممکنه این مملکت منفجر بشه. یه عده میگن نه آقا اینا نشستن 20 سال. منتها من دارم میگم وقتی که اون انقلاب پیش بیاد، یعنی این سیل به راه بیفته، ما تجربه تاریخی داریم. اون چیزی که باید الان در فکرش باشیم اینه که وقتی که این سیل به راه افتاد و انقلاب پیروز شد، چه قانون اساسی ما میخواییم داشته باشیم. 15 سال من اینه دارم میگم که آقا شما چه قانون اساسی میخواییم داشته باشیم. بحث من نه که من قانون اساسی نوشته باشم، من آمدم قانونهای اساسی مختلف و یک کلکسیون درست کردم در قانون.org. قانون اساسی رو داشتم اونجا، گفتم آقا آقای دکتر نصر احمدی، آقای جنبش سبز، آقای تیمسار آریانپور، آقای یاشا پارسا، شما بعد 7-8 تا دیگه 20 نفر دیگه، شما که قانون اساسی نوشتید، بیایید اگر شما 20 نفر آدم فرهیخته توانستید با هم توافق بکنید که آقا این قانون اساسی ایدئال ماست و این قانون اساسی ما در ایران معرفی بکنیم، تمام رسانه های ما که فکر میکنن در ایران شنونده دارن که ندارن، این خدمت شما جلو بود، خودت میگم آقای زوربی که شنونده ندارن، در ایران اینه اشاعه بدیم و مردم این بشه شعارشان که وقتی که انقلاب اتفاق افتاد که اگر بیفته بدانن که این رژیمه که نمیخوان چیه میخوان. ما فقط و فقط از طریق قانون اساسی میتوانیم بگیم که چیه میخوایم، نه اینکه هی بگیم مرد بر این مرد بر اون. و آقا یه آقای هم آمده اینجا میخواد بشه رهبر. من از این آقای رهبر الان 10 ساله و هر طریقی که توانستم سوال کردم آقا بالاخره جناب عالی میخوای شاه بشی یا میخوای نخست وزیر بشی؟ و اگر که میخوای شاه بشی کدام قانون اساسی میخوای اجرا بکنی؟ اگر میخوای نخست وزیر بشی کدام قانون اساسی شما میخوای؟ منظورتون آقای رضا پهلویه؟ دوباره خواستم اسم نیارم. نه دیگه خب باید بگیم من که مردم بدونه. رجبی در تماس بودم. بله. با رجبی گفتم تو میخوای، حالا به خاطر اینکه اسم نبرم از کسی که کسی ناراحت نکرده باشم، آقای رجبی که الان مرحوم شد و رفته پیکارش، گفتم آقا تو میخوای حکومت عدل علی بیاری؟ به من بگو این حکومت عدل علی چیه که من برم یه 30 صفحه بخونم ببینم این حکومت عدل علی که آقای رجبی میگه، این مجاهدی میگه چیه. بعد اون موقع بندم اگر قراره میگه
ماهی 100 دلار بدم، ماهی 20 دلار بدم، میام میدم میگم که آقا من شما رو به رهبری قبول دارم. آقا جان این همه دارن کنگره درست شده، شورا درست شده، نمیدونم جبهه درست شده، حزب درست شده، این اون اون، به هر کدومشون ما میرسیم میگیم آقا من اصلا نمیفهمم شما میخوایش. همه جان میگه نه ما دنبال حقوق بشر هستیم، ما دنبال آزادی زن هستیم، ما دنبال انتخابات آزاد هستیم، ما دنبال آزادی مطبوعات هستیم. آقا جان اینا رو همه ما دنبالش هستیم، تو همین قانون اساسی هم اینها هست، منتها یه آیتم هایی داره تو این قانون اساسی اونا رو داره، انتخابات هست، حقوق افراد هست، ولی یه دفعه اینجا میاد میگه مجلس خبرگان متشکل نمایندگان مردم بوله فرام، بعد یه مجلس خبرگان یه آقای تعیین میکنه که آقای مصباح یزدی حجتیه که الان همه کار این مملکت هستن، اصلا میان میگن آقا شما اصلا چه حقی دارید این رای میدید؟ خب آقای چمنارا قرار بود گفت و شنود داشته باشیم، بذارید چون شما گفتید که با یه تلویزیون دیگه هم اختلاف داشتید، اختلاف داشتن خیلی خوبه و آدمای خوب هستن که با وجود اختلاف میشینن با هم صحبت میکنن، منم با شما اختلافات زیادی دارم، ولی امروز دو سه تا چی با هم وجه مشترک داریم، بذارید من این وجه مشترکا رو بگم. یکی این که شما هم مثل من باور دارید اگر خامنه ای بمیره، همونجوری که رفسنجانی مرد، همونجوری که خمینی مرد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چون سیستم دارن اینها، سیستم قانون دقیقا. اساسی چرا میترسی از لغت قانون اساسی؟ دقیقاً قانون اساسی دارن. من آخه باور دارم که اینا این قانون اساسی خودشون هم زیر پا گذاشتن. قانون اساسی دارن. اتفاقا خوبه اینجوری شما بگید، میتونید به مردم به اصطلاح این رو جا بندازید که چون اینا بله. یکی دیگه که باز با شما موافقم اینی که شما میگید که تلویزیونای ایرانی در ایران بیننده ندارن، من با شما 1000% موافقم، ولی خب بعد از شما سوال میکنم، شما که میدونید تلویزیونای ایرانی در ایران بیننده ندارن، به فکر افتادید که از چه طریقی با ایرانی ها در تماس باشید؟ بله ما تلگرام داریم، فیسبوک داریم، زوم داریم. من چندین و چند بار گفتم اینه، 4 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر یا از دانشگاه آزاد ابرقو، این 4 دانشجو ارزش تمام این اپوزیسیون لس آنجلس داره. متوجه هستید چی میگم؟ بله بله زنده چون شما اینها هستن. شما برید اصلا چرا من براتون ویدیو میفرستم؟ آقا این ویدیوها تو ایران داره درست میشه، یارو دانشجو 23 ساله جلو رئیس جمهور وای میشه بهش فوش میده. نه اونایی هستن که مال خط امام و تنگوها هستن. نه نیستن okay. اینها دانشجو هستن که تو اینجاشون رسیده، اینها منتها کم هستن، اینها متشکل نشدن و جمهوری اسلامی هم خوب میدنه. الان هم دارن در مورد قانون اساسی صحبت میکنن. آقای لاریجانی در مجلس میگه یک چیزهایی در قانون اساسی باید ما تصدیق بکنیم، آقای روحانی میاد میگه قانون اساسی ما باید تصدیق بکنیم. حرف اینها همه ضد کودتاست، اگه بفهمی معنی ضد کودتا یعنی چی، یعنی اینا دارن آماده میکنن، چون میدنن به هیچ وجه بلن بجون اینها جا به جا بشو با نه نیروی آمریکا با 1,000,000 سرباز هم نمیتوانه هیچ غلطی برای ایران بکنه، اینا پابرجا هستن. خب آقا بذارید اون چیزایی که با شما این ها تنها چیزی که اینا میگه سیل مردمه، این مردم ایران باید قبول کنن که دردشان قانون اساسیه، و وقتی که قبول کردن این سیل به راه میفته و هیچی جلودارش نیست. من نگرانیم سر اینه، بسیار ممنون. این براه بیفته دیگه هیچ جلودارش نیست، از حالا باید این قانون اساسی در ذهن مردم ایران ملکه بشه. اجازه بدین یه چیز دیگه هم که با شما موافقم اینه که افرادی که حالا گفتید اسمم نبریم، اسم نمیبریم، که میخوان بگن ما رهبریم یا فردا یک کاری میخوایم انجام بدیم، جالبه که منم مثل شما ازشون میپرسم که خب این اساسنامتون برنامتون چیه به من بدین، چون هی دعوت میکنن بیا آقا به ما بپیوند، میگم به شما بپیوندم کجا؟ مثلا 50 سال 120,000 تا شهید، یا امروز آقای
رضا پهلوی بعد از ریاست شورای ملی حالا میگه که من نگفتم چی شد این بازنشست شد، بعد این شورای ملی چه کار کرده. این بماند. یکی از دوستان سوال کرده، آقای پتیک که یکی از دوستان خوبمون هستن، ایشون نوشتن که از آقای چمنارا بپرسید زمان شاه مخالفین رژیم را در دو گروه مرتجعین سیاه و قرمز قرار داده بودن یا قرار میدادن، یکی آخونده و کمونیست، دیگری کمونیست. چگونه است که آقایان سیاستمداران، محققین، روشنفکران هیچ وقت در پی آگاهی مردم عادی عامی بر نیامدند؟ بفرمایید. آقای ببینید، شاهنشاه آریامهر قانون اساسی ایران زیر پا گذاشت و عوض کرد، بدون مجلس مؤسسان آمد یه سری اختیارات به خودش داد در سالهای 40 در ایران. قوام السلطنه بهش یک نامه نوشت، اینا سندهای تاریخی هست، برید ببینید. یک نامه بهش نوشت که حتی پدرت هم جرأت نمیکرد یک همچین کاری تو کردی بکنه. نامش هست و همین کارت باعث سرنگونی رژیمت میشه و حتی به سلسله پهلوی منقرض میکنه. این از قوام السلطنه. جبهه ملی و تودهیام که همه یا کشت تیرباران شده بودند یا اینکه رفته بودند خارج و شده بودند بنیانگذارا، شده آکادمی کمونیسم نمیدونم آلمان شرقی و اینا، آدمش فهمیده و این روشن فکر همینا بودند. جبهه ملی هم که خوب بودند. و شما برید نامه سه امضای سنجابی، فروهر، بختیار به شاهنشاه یا مرد دو سال سه سال قبل از انقلاب بخوانید. نامه ایست که من در صفحه فیسبوک گذاشتم بهش تمام این چیزها رو گفتن. آخه بابا یه خورده انصاف داشته باشید. این روشن فکرهایی که شما میگید خیانت کردن، آخه چه کار دستشان برمی آمد به غیر از همین کار دیگه؟ علنی نامه نوشتن، یا تو زندان بودن یا تبعید شده بودن. شاهنشاه آریامهر به علت عدم اجرای قانون اساسی، من تا اون روز به تو همین مصاحبه گفتم تو با همین جناب کیانزاد که داشتم، گفتم آقا اینها ایراد میگرفتن قانون اساسی اجرا نشده، آقای خمینی هم ایراد میگرفت قانون اساسی اجرا نشده، منتها اونها یه چیز تو سرشان بود، قانون اساسی مشروطه و اوائل مشروطه اینا بود، آقای خمینی ایراد میگرفت قانون اساسی اجرا نکرده. چرا؟ چون املاک نمیدونم موقوفه تو طبق قانون اساسی مال آخونداست، نمیدونم تو شاه شیعه هستی، تو قانون اساسی مشروطه، تو باید بنیانگذار شیعه باشی، تو باید خودت اصلا یه با آیت الله باشی، که شاید بیچارم سعی میکرد که بگه من از شما آیت الله درم، حرفایی میزد، حدیث میآورد که نمیدونم من از رو اسب افتادم از رو هم کردم، ولی فایده نداشت. اونا زیرکتر از این بودن، اونا تشکیلات داشتن. مردم وقتی که سیل شروع شد هیچی نبود، نه جبهه ملی بود نه ایران، ناچار بودن تودهی بچسبه به اینا، جبهه ملی هم بچسبه به اینا. خب آقای خمینی هم سوار شد بر این سیل رفت. این حرف منه که میگم آقا از حالا شما باید بیر قانون اساسی داشته بیشه سیل به راه افتاد اون موقع برید. حالا شما داریم به من میگی آقا چرا جبهه ملی چند نفر بودن در ایران که اون موقع، که چرا مردم روشن چه کار میتونستن بکنن؟ آقای چمنارا، البته این دوستمون نگفته بود که اونها خیانت کردن یا هر چیزی، ولی فکر کنم لابلای صحبت شما این بود که سیستمی که شاه درست کرده بود یه جوری بود که آخوندا پایگاه و مرکز داشتن که با مردم تماس بگیرن، ولی روشن میلانی هست، بریم کتاب شاهش بکنیم، خودش نوشته تعداد مساجدی که شاه ساخته تماس با اینا در تماس بوده. اینها شاهنشاه آریامهر آدم بسیار خوشبر و ایران دوستی بوده، فکر میکرده که جبهه ملی و توده یا این دوتا دشمناش اینا هستن، اینه که اینها رو نابود کنه و میگفت که تنها کارایی که من میتونم بکنم مذهبی ها رو بندازم جان اینا. بنابراین به مذهبی ها هرچی که میخواستن میداده. آقا شما اینه میدانید آقای باهنر و آقای بهشتی اینا کتابای درسی دبیرستان ما رو مینوشتن، آخه چرا اینا رو؟ بنابراین
نه این که بگم آخه بید وقتی آقا شما فکر میکنی که من حرف رو میزنم ایراد از شاهی، نه آقا من هر چه دوران این 70 سال زندگی و دوران خوش زندگی در دارم زمان شاهنشاه آریامهر بوده، من خودم از بدایان شاه بودم، دارم میگم آقا ایشان اشتباه کرد، قانون اساسی خودش خودش گفته، آقا نطقش من گذاشتم تو فیسبوک هم هست، توی ویدیوم هست، بین سرچ بکنین آخرین سخنرانی شاهنشاه آریامهر، خودش در یک سخنرانی 10 دقیقه‌ای 4 بار میگه قانون اساسیه، میگه من قول میدم این قانون اساسیه اجرا بکنه، ولی فایده ای نداشته که دیر شده بود، سیل راه افتاده بود، دیگه قانون اساسی فایده نداشت. به همین دلیلم هست من از حالا میگم باید قانون اساسی شما بنویسید، با هم توافق بکنید، این بشه ملکه ذهن تمام مردم توی ایران، که وقتی انقلاب میشه و انفجار شروع میشه یه آقای چلبی بلند نشه در بحبوحه اونا، یا اینکه یه نفر پیدا بشه بره ایران مثلا همه کنه. تمام این افرادی هم که مخالف قانون اساسی هستن همچی فکری تو کله شده، چون میفهمن که اگر بیان قانون اساسی بنویسن دستشان رو میشه دیگه، مردم پای صحبت شد و چقدر خشنگ صحبت کرد، از حقوق زنان صحبت کرد، از حقوق بشر صحبت کرد، انتخابات آزاد صحبت کرد، همه اینا رو محمد میدونیم، یا اینه به صورت قانون اساسی بنویس که من بخوانم و بگم آقا این قانون اساسی. خود آقای نصر احمدی شما ببینید، ما با هم رفیق، ما با هم دو تا سه تا از این اختلاف داشتیم، تیمسار آریانپور آیا قبول دارید که من ایشان به عنوان یه شخصیت برجسته ایران دوست قبول دارم؟ خب قانون اساسیش هم هست، آقای یارشا پارسا قانون اساسی نوشته، جنبش سبز حقوقدانانشون قانون اساسی نوشتن، آقا حرف حساب من اینه که آقا شما 4 نفرید، این با هم 4 نفرید بشینید با هم، اگه شما توانستید توافق بکنید در انقلاب بعدی ما یه قانون اساسی ما این باشه، منتها اون بابا یه چیز دیگه تو کلشه، میگه نه من دنبال عدل علی هستم. خب عدل علی هم تو دهات ایران و نمیدونم یه جای ممکنه یه خریداری داشته، تو این دنبال عدل علیه، حالا عدل علی چیه من نمیدونم، بیا برای من توضیح بده ببینم عدل علی چیه. این یکی میگه نه آقا من میخوام بیام در ایران رفراندوم بکنم، خب رفراندوم هم کردی بعد چی میخوای بشه، انتخابات هم کردی بعد میخوای چی بشه، با کدام قانون اساسی تو میخوای بشی شاه، با کدام قانون اساسی میخوای بشی نخست وزیر؟ حرف من اینه. آقای چمنارا یکی از دوستان روی فیسبوک نوشته که آخوند روباه مکاریست که پشت پرده با سیاستمداران اروپایی آمریکایی دستش در یک کاسه جنایی بر علیه مردم بیچاره است، که هیچ برنامه کاری شما به نتیجه‌ای برای ایران نخواهد رسید. البته این نظر ایشونه، خودشانه داده، ما داریم در ایران، شما ببینید در این شاهنامه که شما مسخرش میکنی، من مسخره نمیکنم شاهنامه، من شاهنامه نه 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 بذارید سنگمون رو وا بکنیم، من شاهنامه رو به عنوان یک کتاب داستان خوب همون جوری که نوشته های همین کتاب الان با وجود اینکه بنده هیچ کاری هم روش نگردم، فقط یک کتاب نوشتم گذاشتم تو وبسایت و به چند تا اون اولا 7-8 سال پیش چند تا تحقیق میکردم، باور کن آقای سردی اون موقعی که من حوصله داشتم میرفتم این استاتیستیکا رو نگاه میکردم، اون موقع 100,000 دانلود داشته که الان من فکر میکنم حدود 1,000,000 نفر این شاهنامه من حتی دانلود کردن، حالا 1,000,000 چند نفرشون خواندن، ولی دارم از شما میپرسم 1 نفر از این رادیو تلویزیون هایی که شاهنامه خوانی میکنن چون لزایده شما شنیدید که اصلا بیان در مورد شاهنامه من حرف بزنن؟ نه منم احتیاج ندارم، نه احتیاج مادی دارم، نه احتیاج تبلیغاتی دارم، من 70 سالم بازنشستم، دارم میگم آقا راه نقشه راه اینه، اگر شما فکر میکنین نقشه راه دیگری هست بفرمایید. بله آخوندا زیرکن، آخوندا تشکیلات دارن، تشکیلاتشان حجتیه هست، مدرسه حقانیه، اینا همشان یکیه، منتها اینا همشان یک قانون اساسی دارن، مثل آمریکا. اون روز عرض کردم شما در همین آمریکای ما میبینید کوکاس کلن هست، این طرف هم
لیبرال سان فرانسیسکویی هست. اینا دوتا رو اگه شما توی اتاق بسرید اگه چاقو دستی هم باشه تو شکم هم میکنن. ولی همین کوکاس کلن و همین نجات پرست سفید و دموکرات لیبرال سان فرانسیسکویی در مورد یک چیز با هم توافق دارن و متحد هستن و اون قانون اساسیه. آقا جان وضع ایران این وضع اپوزیسیون مثل اینه که همه خیلی قشنگ آواز میخوانند و ساز میزنند ولی یه نوت جلوشان نیست که اینا رو با هم هماهنگ بکنه. شما مجسم بکنید یه چند تا خواننده آقای گلپایگانی و ساز فلانی و اینا اونا بیان با همچین بکنه، یکی دشتی بکنه، یکی ماهور بکنه، یکی همایون بکنه، بعدشم خب همه شون خیلی عالی میخوانن. اینه که با تک تکشون که صحبت میکنی میبینی آقا حرفا درست حسابی میزنن، میگن انتخابات باید بشه، رفراندوم باید بشه، زنها آزاد باشن، نمیدونم مردم آزاد، همه حرفاشون خوبه. ولی وقتی که میان اینه با هم به صورت یک چیز نوت بنویسن که قانون اساسی در هم میشن. اینه که ما الان 38 ساله ای اپوزیسیون توده و میزنه تو سر جبهه ملی، جبهه ملی میزنه سر شاه‌اللهی نمیدونم مجاهد. ولی اگر شما اگر اینا توانستن روی قانون اساسی با هم توافق بکنن اون موقع نمیدونم هیچ کس جلودارشان نیست. یعنی ملت سیلی به راه میفته و میان دنبال قانون اساسی. همین. بسیار ممنونم. این نقشه یا چارتی که گفتید یا نمودار رو من گذاشتم، اگه میخواین یه مقداری کوتاه دربارش توضیح بدید. بله، ما ببینید، ما گفتیم آقا هدف ما اینه که بیان این اپوزیسیون اگرم نکنن در ایران این کار خواهد شد منتها دیرتر، اینا با هم توافق بکنن و این بشه شعار ملت در انقلاب بعدی. حالا ولی الان اگر شما این آزادی هم داشته باشید برید در توده مردم، من الان خدمت درد میکنم، من با خیلی از دانشجوهای 25 ساله 30 ساله که اصلا متولدم نشده، اینا به یه شکلهایی حتی امروز ما در ساعت 10 شب که الان دیگه گذشت در ایران همون چیز ویدیو شماره تان فرستادن مال نهاد مردمی که تشکیلات بزرگی با ایران در تماس هستن، ساعت 10 شب به مدت 30 ثانیه چراغاشون رو خاموش کردن. حالا 50 نفرم خاموش بکنن برای ما کافی، همون 50 نفر اینه ما ادامه میدیم. یعنی ما منتظر این نیستیم که فلان کسک تو سان فرانسیسکو یا تو لس آنجلس بیاد بگه بعد شما درست میگی قانون اساسی چیز خوبیه. نه، ما میگیم هدفمون اینه، خواستیم به ما بپیوندید با اینه که ما رو به نهبری نه من خوشحال میدم که امروز تونستیم یک کم به توافق برسیم. شما باز با اسم نهاد مردمی آوردن مثل این که زخم، اجازه بدید مثل این که زخم اجازه بدید ماشاءالله اجازه بدید مثل این که ببینید عزیز من، خب شما میگید منم باید بگم دیگه، دفتر شما نهاد مردمی اسمه، شما میگید یه نه آقای چمنارا خودتون بعد از برنامه این برنامه رو نگاه کنید، خودتون به من بگید آیا گفت و شنود باید به این صورت باشه. هر اسمی که شما میبرید به مجردی که من میخوام یه چیزی بگم شما میگی اونو ولش کن بریم سراغ یکی دیگه. شما راجع به نهاد مردمی گفتید، من سالهاست نهاد مردمی رو میشناسم، عملکردشون رو میدونم. یه روز میان هسته را میندازن، یه روز میان پوست پسته را میندازن، یه روز میان میگن پولای خوردتون رو جمع کنید، امروز آمدن گفتن 30 ثانیه چراغ خاموش کنید. همون تلویزیونی که شما توش برنامه داشتید یه آقایی رو می آورد میگفت وسایل برقیتون رو بزنید به برق و همه رو حد اکثر روشن کنید تا ژنراتورهای شهر بسوزه. ببینید شما چون مهندس برق هستید میخندید، من آمدم تو برنامه گفتم دوستان ما وقتی که یه جایی رو دیزاین میکردیم سیمکشی میکردیم دو سوم جریان رو میذارن و این بود که اگه یه جایی عروسی بود چراغ زیاد روشن میکردن فیوزشون میپرید.
نه اینکه جنراتور شهر بسوزه. اون بی سوادی که میومد به عنوان یک مهندس دروغین و اون آقای معتاد رادیو تلویزیونم بهش وقت میداد و میگفت برین اتوتون رو بزنین تو برق، توسترتون رو بزنین تو برق. اینها حالا نهاد مردمی دو سه نفر آدم شکست خورده، یکیش از موزیک، یکیش از نمیدونم کارش، یکی از کارهای تلویزیونی آمدن، یه روز میگن هسته، یه روز میگن پول خورد، امروز گفتن چراغ، حالا شما میگی 50 نفرم که چراغا رو خاموش کنن یه اتفاق میفته. آقا ای کاش خمینی هم میگفت چرا اینا یه حرکات نمادینه جناب سردی. حالا اجازه بدید من بخواستم نتیجه گیری صحبت بکنم. من دیگه ساکت میشم، دیگه ساکت میشم، ساعت ادامه میدین ما حرفی نداریم. نه نه ما ساعت چهار برنامه آقای ارشاد، من ساکت میشم، شما تا ساعت چهار صحبت کنید، چون ساعت چهار نوبت برنامه آقای حسن ارشاد. بگم ما گفتیم که آقا اگر شما امروز برید قانون اساسی در ایران مطرح بکنید این ممکنه خریداری نداشته باشه. زمانی قانون اساسی در ایران خریدار پیدا میشه که این هویت از دست رفت، به وقتی دانشکده های ما رو میبندن و به جاش دانشکده نوپانی باز میکنن، مدارس ما تاریخشون عوض میکنن، بچه 3-4 ساله رو که میبرن مدرسه کودکستان از اون اولش بهش یاد میدن که تاریخ ما این بوده، نمیدونم تمام اصلا که این بچه که به سن 10 سالگی 12 سالگی میرسه این اینها نمیدونم، باید هویت ایرانی در ایران دوباره زنده بشه. و من برای کار هویت ایرانی 4 تا هرم درست کردم که اینها مثل اهرام ثلاثه مصر، من بهش میگم اهرام چهارگانه، اهرام اربعه هویت ایرانی، که اینها را هیچ کس نمیتونه نابود بکنه. رژیم جمهوری اسلامی میتونه روی اینا خاک بریزه، ولی یه موقعی که اون سیل به وجود بیاد اینها دوباره از زیمان. اون ارکان هویت ایرانی 4 چیز هستن. یکی آموزه های زرتشته، یعنی سفرمانش، نه دین زرتشت. آقا همین این باعث اختلاف من با خیلی از این دوستان زرتشتی ما شد که حالا بعد از چندین سال دوست گرامی و بزرگوار من آقای دکتر خزایی میگن که آقا بله همین به من بچانید ایمیل زدم گفتم آقای جناب خزایی ما یه حرف 4 سال بیدیم که آقا آیین زرتشت با دین زرتشت فرق میکنه، این دین زرتشت و اوستا باعث سرنگونی رژیم شاهنشاهی شده. همین چیز مالیاتی که شما گفتید آخوندهای زرتشتی بودن، این اصلا آیین زرتشت که در ایران بوده از زمان حتی قبل از اینکه هخامنشیان بیان، مادها بیان، این در ایران بوده، این باید دوباره زنده بشه. یعنی ما بگیم که آیین ما سفرمان زرتشته که گفتار و کردار و پندار نیکه. دوم در مورد کوروش، دوباره دوستان ما که خودتون بهتر میدونید چیا هستن، من خودم جزء آکادمی نمیدونم کوروش هستم با رفیق دوست صمیمی شما آقای عمر آبرامیان اینا. آقا ما 2-3 سال پیش نامه نوشتیم که آقا از کوروش نه شاهنشاهیش، نه این چیز 2500 ساله، بلکه راهی کوروش شما باید اینه با مگنه کارتا مقایسه بکنید. این رکن دوم هویت ایرانیه که ما ایرانی ها یه چیزی ارزشمندتر از مگنه کارتا انگلستان داشتیم. رکن سوم شاهنامه است و همین دلیلم از 10 سال پیش من این کتاب مقدس ایرانی رو درست کردم، شاهنامه، که شما برید بخوانید و ببینید شاهنامه چیه. این شاهنامه سند هویت ایرانیه، متوجه شدید؟ و چهارم و از همه مهمتر برمیگردم به گفته آقای دکتر بدیعی، استاد مسلم دانشگاه در پاریس و سوربن، که گفت آقا باید در اسلام ما ایرانی ها بازنگری بکنیم و هیچ راه بازنگری در اسلام نداریم مگر اینکه قرآن ما قرآن به فارسی بخوانیم و به ترتیب تاریخی. وقتی که قرآن به فارسی و با ترتیب تاریخی خواندید، هم آخوند شما خل اصلاح کردید و هم اون صدرالشیادین که میاد توی برنامه میذاره که در مورد میره کتاب تولد دیگر از شجاع‌الدین شفاعی در میاره، از روی اون صحبت میکنه و فکر میکنن مردمی خیلی سرش میشه، در حالی که هیچی تو
های حقوقگیر عربستانه که تو تلویزیون رفیق شما برنامه داره، یعنی همون ضد دین ها و هم آخوندار آقای قرائتی الان آمده 38 ساله داره برای ما درس قرآن میده. از یکی دانشجوهایی بپرسی آقا به من بگو قرآن چیه، باور کن نمیده. در حالی که قرآن خود حضرت محمد گفته کتاب ساده‌ایه، احتیاج به تفسیر نداره. ما این قرآن خلاصه کردیم در 40 صفحه که شما برید بخوانید. 40 صفحه 10 صفحه مقدمه داره، اینه بخوانید. به شما گفتم آقا اینه بده به آقای نمیدونم چی بود دوستش شما، میز آقاسی، بله گفتم بیا با من در مورد اون صحبت بکنه. هیچ اصلا دیدی نه از تو برنامه خودش هم رفته اونجا، کلی هم به ما بد و بیراه گفت. اون یکی دوست دارم همینطوری آقا ما حرفی نداریم، گفتم ما قرآن شما به فارسی بکنیم یا به ترتیب تاریخی بکنیم تو بفهمی که سوره مک آیات سوره مکی چیه، آیات سوره مدنی چیه. آقا چمنارا ممنونم از شما، باید بریم. دوستان عزیز، تمام کتابای آقای چمنارا روی وبسایتشون هست، خیلی ساده راحت، chamanara.net و یک وبسایت دیگه هست به نام qanun.org. با ایشون هم میتونید از طریق فیسبوک تماس بگیرید، خیلی ریسپانسیو هستن، به موقع پاسخ میدن. من از این بابت ازشون ممنونم. آقا از اینکه مهمان برنامه ما بودید ممنون و متشکرم، امیدوارم در آینده هم باز با شما باشم. امیدوارم و به شما درود میگم. خیلی ممنون، روز شب شما بخیر. مرسی عزیز. دوستان عزیز، من میخواستم اگه بشه از آقای مهرداد خانساری خواهش کنم برای دوشنبه، ولی دوشنبه در آمریکا تعطیله و ما هم با اجازتون یه تعطیلی بگیریم. ما که دریا نمیریم یا همین رودخونه بریم دوستانمون اونجا ببینیم. و فیلمای خوبی رو هم آقای بهرامی گفته بود هم دوستان دیگه، اینها رو براتون به ترتیب گذاشتم. فکر کنم برنامه‌های تلویزیون مردم رو اگر وقت آزادی داشته باشید بشینید و نگاه کنید و اینها، به اصطلاح بد نباشه. در هر صورت باز هم ممنونم از شما دوستان عزیز، ممنونم از آقای سهراب چمنارا. و چهارشنبه یه نفر دعوت کردم، چون قبلا برای اون نوشتم ساعت 3 بعد از ظهر، اگر اون به هر دلیلی جواب نده و اینها، سعی میکنم از آقای خانساری تقاضا کنم یا چهارشنبه هفته آینده یا جمعه هفته آینده با ما باشه. پس تا امروز قرار اون این بود که جمعه دوشنبه بنده برنامه نداشته باشم. ناراحت نشید، نمردم، به پلیس زنگ نزنید و به امید دیدارتون چهارشنبه. حالا چی میدونی، شاید دوشنبه اتفاق افتاد، نشستیم و با شما گپ زدیم و گفت و شنودی هم داشتیم. روز روزگار بر شما خوش. برنامه‌های بعدی به این ترتیب: آوا قبل از ما بود، سوربی، بعدش ارشاد، بعد دو سه تا فیلم که آقای خسرو بهرامی گفته بودن، بعد یه فیلم از بی بی سی ایران راجع به همین اسلام و ایران و اینها، بعد یه کنسرتی از آقای ابی، بعد از اون اعترافات صادق قطب‌زاده. شما هم اگر خواستید فیلمی از خودتون، ویدیوی، برنامه‌ای پخش کنید، تلویزیون مردم این کار رو با هزینه بسیار کم انجام میده. از اینکه ما با ما بودید ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوش.